جناب والی صاحب، موضوع قاچاق مواد مخدر و اسلحه تا چه حد در ولایت قندوز وجود دارد؟ موضوع قاچاق مخدر طبعا طالبایی که در اون نقطه حاکم هستن اونا در رسا اوجا قاچاق میشن، حتی در صدات امام صاحب که اونا اوجا فعلا در نقاط بعض نقاط سرحدی خود امام صاحب فعال هستن، در او طرف هم رای قاچاق برا قاچاق خود علم جریان داره قاچاقشان، ولی در داخل شهر و بازاری که مخفی اگان جای باشه باشه در غیر از اون ما در امی دو سال تقریبا هم مشروبات الکلی را و هم زیادی از مواد مخدر قماندانی امنیت دستگیر کردن و بعریق شدن. و مواد مخدر الحمدلله امسال سال سوم است که در سطح ولایت قندوز صفر شده، که از طریق وزارت محترم مواد مخدر تا بال 30 میلیون افغانی هم کمک شد. اسلحه تا چی از کندوز اسلحه اسلحه زمانی که وضع نام شد یک سلسله مشکلات سلاح فروشی سلاح وجود دارد. خب اقدامات شما در این راستا چی بوده؟ اقدامات خیلی طور است که ما چندین بار سلاح را دستگیر کردیم، تقریبا در روزی 100 یک نیم صد می سلاح از طریق های مختلف، چی از دست طالب بود دست آمده، چی از طریق قاچاق که میکردن با دست آمده، ولی بعضی نقاطی که ما در وجه کنترل نداریم در وجه مشکل است که ما اداره کنیم. بیم در عرصه دیگه، شما در راستای حکومتداری خوب در ولایت قندوز با کدام چالش ها بیشتر مواجه هستند؟ فساد اداری، زورگویی و ناامنی، کدامش بیشتر از هر؟ زیادتر ما فعلا برای ناامنی چی داریم مواجه هستیم، به خاطر از اینکه اگر ولایت که ناامن بود در همه عرصه و نمیتانه به حدی که لازم است توقع مردم از او باشه در وجه دسترسی داشته باشه یا کامیاب باشه، ولی امنیت نسبت به چالش است که همه ارزای دیگر زیر پوشش خود میاره. فساد تا چی حد؟ فساد اشکارا وجود نداره، اگر احیانا وجود هست ما میشه در این مورد ما تقریبا یک سال میشه و کمتر از یک سال شش هفت ما میشه زمانی که همین فساد اداری بسیار از طریق رسانه با مردم رسانده شد. ما یک کمیسیون قوی را ایجاد کردیم که نماینده ولایت، نماینده سرانوالی اجتناف، نماینده سرانوالی محاکم اجتناف، از قماندانی پلیس، از امنیت ملی، از حقوق بشر، از ریاست عدلیه، از بعضی اداره، از مستوفیت بعضی ادارات ما گرفتیم و شورای ولایتی را یک کمیسیون ایجاد کردیم. برخی از شهروندهای ولایت قندوز از بی‌عدالتی حرف میزنند در دستگاه حاکم. والا مشکل خویی است که اگر مشکل در افغانستان است که از کس باقی خود قناعت ندارند. مثلا یک آدم دوسیه داره ناحقم باشه وقتی که به ضررش فیصله میشه و میگه که بی‌عدالتی صورت گرفته. ما مشکل علمی و دانشی را داریم. جهالت در افغانستان تقریبا 85% مردمش هنوز هم از سواد دانش بی‌بهره هستند. یعنی خودی شکی از اون کم سوادی مردم سبب میشه که اونا بی عدالتی بوین در جامعه وجود. بله بله اونا میگن به خاطر ازی علما کمیسیون ایجاد کردن به خاطر سم شکایت که اگر کسی رشوت میخوره پور میخوره 15 در 15 اینا جلسه هم داره نمره تلفن هم به مردم داده. متاسفانه کسی حاضر نیست. ما یک چیز را خاطر نشان میسازیم، اگر رشوت و گپاره در ادارات دولتی فکر میکنه، اگر زمانی که از نگاه اسلام هم یا کسی که رشوت میخوره، کسی که رشوت ما بینش واسطه میشه و کسی که رشوت میده هرچیش یک گناه داره. مردم برای حاضر هستن مجبور میشن در برخ موقعی که کارشان اجرا نمیشن پول بپردازن. نه اصلا ما ایره مجبوریت نمیگیم، بلکه اونا را میکشانه به خاطر ازی که فیصله غلط انجام بتن. ما یک روز از یک قاضی پرسان کردم که مردم شکایت داره، قاضی گفت که ما در معذر عام استاد میشیم تلویزیونا را بخواین، مردم هر کس که شکایت داره که یک دوسیهش خلاف قانون فیصله شده، خلاف همین که او اسناد شرعی و قانونی به دست داره فیصله شده باشه، ما حاضر هستیم که جواب بگوییم. ولی متاسفانه که مردم همکاری خوب ندارن. اگر مردم همکاری خوب در رسا داشته باشه فساد اداری اصلا دیگه وجود نمی داشته باشه. از زمانی که شما به عنوان ولی قندوز تعیین شدید چقدر دستاوردها در عرصه بازسازی دارید؟ در عرصه با وجود که ما سال اول خوب بودم، در وقت بازسازی به وعده نبود، دستاوردهای بسیار زیاد وجود داره. مثلا در عرصه همبستگی ملی تقریبا 100% ولایت قندوز تحت پوشش همبستگی ملی است که او خریجات از طریق خود همبستگی ملی. اما امروز در برخی نقاط که پیشتر شما خودتان عنوان کردین حاکمیت دولت وجود نداره، پس همبستگی ملی نمیتونه پروژش تطبیق کنه. بله بله، خب پیشتر گفتم در بسیاری نقاط که حضور طالبان هستند
اونا نمیتونن ولی ما در ساحات شهر گفته میشه بعد از 3 سالی که پیش از او بازسازی نسبتاً وجود داشت اما حالا توقف پیدا کرده، خب چرا در داخل شهر امروز بازسازی وجود نداره؟ در داخل شهر ما نسبت به دیگه شهر علی کندوز هم بسیار خوب است. مثلا 14 کیلومتر سرکای فرعی کندوز کل همه کانکریت شده، اسفالت شده در داخل شهر و امسال هم تقریبا در حدود 55 کیلومتر وعده کرده که سرک سر دوره است و سرکای حلقوی شهر است و یک چند سرک دیگه است اینا که FW برای ما وعده کرده که ما ایره برتان اسفالت میکنیم. امی امنیتی هم تاثیر خود بالای بازسازی در بیرون داره. شیرخان پول شیرخانه که شما میفهمین در پالوش تاسیسات گمرکی و محصولاتی که ما داریم تقریبا به ارزش 100 میلیون دلار وجه کار صورت گرفته. فعلا 3-4 پول ما زیر چی کار خود داریم، سرک 14 کارش عملا اسفالت 8 کیلومتر سرک، یک پول بسیار بزرگی که در آخر مسئله مسیر راه تقریبا. پس مردم چرا شاکی هستن از اینکه در کندوز بازسازی وجود نداره؟ مردم مشکلی است که در رژیم های گذشته مردم رشوت خور آموخته کرده بودند. مردم مثلا یک قماندان می دیدن یا یک مسفید عالم می دیدن که این بزید دولت گپ می زد، باز یک چیز رشوت و پیسه برشان می دادن. ولی دولت ما فعلا پول نداره که به مردم بده که مردم خوش شوه، کل در عرصه بازسازی مصرف می کنه. دولت کنونی برای مردم حداقل نتونسته عرضه خدمات به صورت درست داشته باشه و امنیتشان را تامین کنه، پس مردم ایدایشان از نظرتان میتونه بیجا ما در قسمت مشکل امنیت هم ایره باز هم میگردیم برای مردم خود. اگر مردم برای جاینت و مردم برایش موافقه اول نمی کردن در بعض نقاط، چون شما پیشترم گفتیم که تقریبا ما تعداد زیادی از طالبا در کندوز در زمانی که طالبا شکست میخوره و ده ها مردم از پیش آواره شدن، فعلا در حدود 10 تا 15 هزار فامیلا در پاکستان اوجه هستند که از اونا طالبا خوب میتونه استفاده بکنه، ایجا بیا با خیش و خاربیش با مردمی باش و پس طالبا آقای عمر زمانی که در جنگ یا در موارد دیگه از طرف ارگان های امنیتی دستگیر شد، اما گفته میشه اونها پس رها شدن از زندان ها، چرا؟ طبعا دو وقتایی که بودن تسلیم شدن برای عذاب مختلف، برای قماندان های مختلف سالهشان گرفته شدن و اونا رو رخصت کردن رفتن. در این سالهایی که شما والی بودین چرا رهای زندانی های طالبا چین مسئله را بوجود میاد؟ خب مسئله قانون است. مثلا افراد دستگیر میشه با سرانوالی داده میشه، سرانوالی برای محکمه میته، محکمه شواهد ثبوت وجود نداره، چیزی که اونا عملی از میخواین یا سالا وجود داشته باشه یا در جنگ دستگیر شده باشه کمتر وجود داشته، مولا ریش کرده یا مسئولیت ما نیست، مسئولیت مربوط به سرانوالی و مربوط به محکمه میشه. زراعت یکی از مواردی است که در ولایت کندوز برای انکشاف کندوز بسیار سرنوشت ساز است. با همه ایده‌هایی که دولت مرکزی و جامعه جهانی در انکشاف زراعت داره در افغانستان، در ولایت کندوز چرا توجه آنچنانی که مطرح است به صورت میگرفت نگرفته؟ مشکل ما است که تقریبا امی خود تغییر و تبدیل وزرا در مرکز یه هم تاثیرگذار است به ارتباط مسائل در همه مرزها، که سیستم برق باشه، مخابرات باشه یا زراعت باشه. وزیر صاحب جدیدی که آمده در زراعت واقعا کارهای مثمر انجام دادن. مثلا ما سال گذشته 55,000 کوپن به دهقانان توزیع کردیم و دیروز هم تقریبا برای 6 ولسوالی که ما داریم برای کلش کوپن توزیع میشه که وجه گندم است، گندم اصلاح شده، کوت سفید و سیاه هستند، برایشان توزیع میشه و بعدها باغها دارند و تقریبا از طریق مواد مخدر ما 28 پای ترکتور، تریشل و بعضی سامانات شاوردیم که هنوز هم برای دهقانان ما ایرانات ندان تبال توزیع نکردیم، تسلیم نشدیم. همونطور یک بلدوزر اسکواتور هم بر اختیار ازی داده شده بود از طریق مواد مخدر ما خریدیم که به خدمت دهقانا باشند. ولی واقعا ما در این راستا اعتراف میکنیم چون کندوز گودام افغانستان هستند و توجه به نسبت به زراعت کمتر صورت گرفته با مار زراعت و مالداری، گرچه از مالداری بسیار رشد کرده. ما در اول اداره موقت بیشتر از 2.5 لک اضافه مواشی نداشتیم، ولی تقریبا در حدود 20 تا 22 لک مواشی ما داریم، یعنی رشد کرده. ولی متاسفانه توجهی که لازم هست برای کندوز که گودام افغانستان بود با حدی که باید برشان توجه میشد توجه صورت نگرفت. اگر یک بررسی خودتان از دستگاه حاکم در ولایت کندوز داشته باشید، بیشترین نقاط قوت و ضعف حکومت در کندوز در کدام مسئله ارتباط دارد؟ خود یک نظام طبعا مشکل می داشته باشه،
زمانی که شما در جریان هستین طالبا سقوط میکرد، اکثر ادارات از طریق جبهه متحد اداره میشدن، ولی پسان از تاستا مسئله ریفرم رقابت آزاد و گپا رسیدن که کار به علی کار داده میشود، ولی ما اکثر رئیس صاحبای ما از طریق ریفرم آزاد آمده، ریفرم رقابت آزاد آمده که اونا مسلکی هستن و کار میکنن و فعال هستن. مثلا ما در صحت 90% مشکل حل شده، در مخابرات 98% مشکل ما حل است در سطح کندوز، که از طریق طرفشا و طالبا مزدود کرده و موضوع علایده است، ولی در کل ولسوالی ما تحت پوشش مخابراتی هست. همونطور در فایده اما ما اکثر پلا و سرکایی که داریم تا نک دو ولسوالی اسفالت نشده، متبخی تکمیل شده. در بخش شهر و بازار هم مشکل ما ایست که مثل ولایت مزار یا ننگرهار تجاره بسیار قوی ما نداریم. قوی ترین تجار ما شاید بالاتر از 3-4 لک 5 لک دلار اضافه پول نداشته باشه که اونا در شهر و بازار مارکت های بلند خوب جور کنن. عرضه خدمات شهرداری، بازسازی، اینا چیزایی است که مردم بارها سوال دارن و نگرانیشان ابراز میکنن. اینطور است که در شهر و بازار تنها دولت اوج مسئولیت نداره، خود تجاره ما نمیتونیم که دکانهای شخصی مردم اعمار بکنیم و برای از او یک چیز خوبتر نمونه. اگر همین شهر بازار شما بگردین، بعد مردم آماده شده بسیار مارکت های خوب جور کردن، ولی بساری در همون کارهای کنش که از ده بار مایجا اونا را خواستیم از پیش اجتزاری گرفتیم که را جور کنیم، متاسفانه جور نکن. ما سال اول تلاش کردم که باید ما ماستر پلان شهر تطبیق کنم، چون اینجا در کندوز زمین بسیار قیمت است و ما امکانات پولی را نداشتم. برای شب جمهور پیشنهاد کردم، اونم برای ما امکانات در اختیار ما نگذاشتن. بالاخره ما را یک دو کوچه را ما چپا کردم، مردم رفتن شکایت کردن، بالاخره از طرف مرکز مانی شدن تا زمانی که ما استملاکات و پولش برش تادیه نکنیم. به این صورت دیگه شما میگه ماستر پلان را تطبیق نکنین، این خودش یکی از معضلات است که ماستر پلانی که در یک شهر تطبیق نشوه او شهر آباد نمیشوه، او شهر خوب نمیشوه. تعداد ساختمانی های بسیار خوب داریم، مثلا ما 30-35 فابریکاجات مختلف داریم، ارد ترمایده که در هیچ افغان کشور افغان تر از ولایت افغانستان ارد ترمایده نه بود، 8 قسم ارد ترمایده تولید میشه. پروسیس برنج، تولید برنج که فعلا یک فابریکای بسیار مجهز ایجاد شده برای دهقانای ما با عین کیفیتی که در پاکستان برنج تولید میشه ایجاد تولید میکنه. همونطور در عرصه‌های مختلف ما دستاوردهای بسیار خوب داریم. در فرجام آقای عمر، شما خود را چقدر ولی موفق میدانید و از جمله ولی هایی که در شمال وجود دارن کدامش از نظرتان بیشتر موفق هستند در عرصه کاریشان؟ والا موفقیت زمانی هست که وجود امنیت وجود داشته باشه، یک، دوم امکانات در اختیار داشته باشه، دوم و دولت مرکزی برش توجه بکنه، سه. این سه مورد میتونه که والی موفق باشه. دیگه در شمال والی غیر استادات که امکانات بیشتر داره از هر طرف حمایه میشوند، دیگه کل والی و امیر ردیف که قرار داره یک ده یک ردیف است. اما خود والی ها نمیتونن ابتکار کنن امنیت را بهتر بسازن، در عرصه بازسازی اقدامات خوب داشته باشن، نخیر شهروندان رضایت پیدا کنن و در کنار دولت قرار بگیرن. ما مشکلی که ما داریم مشکل منطقوی نیست، این یک منطقی بین المللی و توریسم است که در اینجا ایجاد شده. یعنی پیشتر هم گفتم که ما به یک چیز متاثر هستیم، ای کاش که دولت ما اما والیایی که در ولایت های بزرگ وظیفه انجام دادن اونا را در ولایت هایی که در اوجه مشکلات امنیتی وجود می داشت، مشکلات اقتصادی وجود در اوجه می رفت، اگر او را ما همونطور جور می کرد ما برش دیگه برش تسلیم بودیم. متاسفانه که بسیاری ولایت ها عواید بلند دارن، امکانات خوب دارن، تجاران بلند امکانات دارن، شارکای زمینه شارک مسائل شارکا ما. ما دو سال میشه که شارک شیرخان بندر ما در توزیع ما متاسفانه تابال توزیع کردن نتانستیم. اگر ما اقدام بکنیم باز فورا سارانوالاس میان که شما چرا خلاف قانون اقدام کردین، ولی اگر استاداتا کار انجام بده شاید کسی چیزی نگو یا یکی از والیای دیگه. این مشکل ما داره وجود داشته باشه که سوء استفاده صورت نمیگیره. مشکل ایره کسی گفته نمیتونه که کی سوء استفاده میکنه کی نمیکنه. ما فکر کنیم که در ولایت هایی که مثل کندوز و دیگه ولایت هایی که هستن در اینجا سوء استفاده اصلا وجود نداره. تمام پولی منابع پولی ما که از عواید مختلف به دست میاد در بانگا میره و ما یک افغانی صلاحیت نداریم که ایره مصرف بکنیم. شاید دیگه ولایت ها تجار هم کاری کنه برای والیشان، تجار هم بیاین حاضر شون چوکا و بلند منزله را جور بکنه، خودش بر سر سبزی و زیبایی شهر می افزایه. پیشتر هم گفتیم که ای کاش والیایی که در ولایت های مثل هرات و قندار و مثل جلال آباد و مزار شریف می بودن اونا را در ولایت های بادغیس و مثل کندوز و تخار می بردن،
اگر کار میکردن باز ما میگفتن که راستی که اونا مردم های خوبی هست. تشکر آقای عمر از اینکه حاضر شد تا با شما. شما هم تشکر میکنیم که زحمت کشیدین. تشکر.